بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید اسقاطیلی یه فیلم منتشر کردن مدعی شدن که مردم قزه دارن از شمال به جنوب کوش میکنن اول بریم این فیلم رو ببینیم برگردیم نکاتی است که خدمتون هست کل این جمعیت 500 نفرم نمیشه اونم توی خیابونه حالا اینکه اسقاطیلیا چطور دارن دروغ میگن رو روی تصویر الان به شما نشون میدم که بدونید دنیا دست کیه و چه خبره خب این گذرگاهی که اعلام کردن اینجاست بذارید من تصویر رو بزرگتر بکنم یعنی تقریبا جنوبی ترین منطقه غزه است جنوب غرب منتهی جنوب غرب و تیابون صلاح رو که نشون دادن این خط زرد اینجا اصلا ربطی به محل گذر فلسطینی ها نداره این گذرگاهی که وجود داره قسمت نارنجی مشخص شده اما آیا قزه به دو قسمت شمالی جنوبی تقسیم شده بذارید عکس رو من بزرگش بکنم که شما قشنگ ببینید روی صفحه خب این سه جایی هست که اسقاطیلی ها سعی کردن از اونجا ورود زمینی به غزه داشته باشن که من باید یه سری توضیحات رو بدم که شما متوجه بشید داستان از چه قراره بعد از گذشت 11 روز که از آغاز حملات زمینی میگذره و گسترش عملیات ارتش رژیم سهیونیستی رو در این منطقه شاهدیم اشغالگران سهیونیست همچنان نتونستن تو مناطق شهری بخش شمالی نوار غزه نفوذ کنن دقت بکنید چی میگم بخش شمالی حالا شما تو این مربعه هایی که کشیده شده شما دارید میبینید الان دو سه تا کلیپ هم می‌خوایم با هم ببینیم که اینا رو مفتزح میکنه چون با انتشار کلیپ ها قصد داشتن بگن که ما غزه رو به شمالی جنوبی تقسیم کردیم و خلاصه دیگه کار تمومه اما الان یک کلیپ هم می‌خوایم ببینیم از افسر سابق اطلاعات ارتش بریتانیایی صغیر که اونجا دیگه کلا مفتزح میشن نیروهای متجاوز اسقاطیلی از چند منطقه به همراه خودروهای زرهی و تانکاشون قصد نفوذ داشتن به ویژه تو شرق محله از زیتون و جنوبش و مناطق شمالی اردوگاه اشاتی و شرق هانون که عقب نشینی کردن دقیقا همین جاهایی که با فلش شما دارید میبینید هم از شمال هم این پایین از زیتون رو دارید میبینید که فلش ها مشخصه هم از شرقش و هم از جنوبش قصد ورود داشتن بدارید من یه مقدار بزرگترش بکنم اینجا این تصویر رو اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده اومدن جلو برگشتن اومدن جلو برگشتن توی زمین های بایر بوده وسط بیابون بوده مناطق شهری نیست که ما قبلا روی نقشه این رو نشون داده بودیم و توضیح داده بودم که چه اتفاقات اونجا داره میفته فرماندهان ارتش اسقاطیل به دلیل سختی نفوذ و پیشروی تو محورهای گذشته به دنبال ایجاد محورهای فرعی جدید هستند یعنی این تصویری که شما دارید می‌بینید رفتن به بنبست خوردن برگشتن میخوان های جدیدی رو داشته باشن اما بچه های محور و مقاومت از پوشش شب استفاده میکنن برای هدف قرار دادن عناصر یونیس که حالا با استفاده از تجهیزاتی که دید در شب و با توجه به اشراف و احاطه کاملی که به جزئیات مناطق مسکونی و خیابون‌های غزه دارن استفاده می‌کنن برای همینه که شما می‌بینید شبها بمبارون زیاده حالا یه سوال اینجا داخل پرانتز از شما هم بپرسم چرا بمبارون ها در شب زیاده این یه شبه و ابهام ایجاد میکنه دیگه شما وقتی ادعا میکنید که من پیشروی زمینی دارم این بمباران هوایی دیگه برای چیه اونم در شب چرا چون بچه های مقاومت دارن در شب عملیات رو انجام میدن که پدر اسقاطیلی ها رو درآورده یه کلیپ باید با هم ببینیم خیلی عالیه این کلیپ آی لدویچ اصلا در تاریخ چنین جنگی سابقه داشته به این معنا که از یک طرف بمباران باشه جنگ روی زمین باشه و از طرفی هم همونطور که شما اشاره کردید جنگی در زیر زمین جریان داشته باشه ببین مهارت بیبیچل اینجا خودش رو نشون میده اما فضاحتش هم همینجا باز خودش رو نشون میده چون امثال سعید و هستن که بیاد بشه بگیره چرا میگید جنگی در زیر زمین بعد میگفتی روی زمین اگه اسقاطیل مدعیه که روی زمین پیشروی داره پس اون بمبارانه برای چیه بعد بله شما بمباران میکنی برای پشتیبانی از نیروی زمینیت تا یه جایی یعنی دشمن رو به زعم خودت دیگه مثلا اونا دشمن تو هن تو میخوای عقب نشینی بکنن از معرکه فرار بکنن یه جایی رو میخوای بگیری پوشش هوایی میدی اما اینکه مدام دیشب 250 حمله هوایی شده 250 تا میدونی یعنی چی یعنی عملا اینا رو زمین تو گل گیر کردن نه راه پس دارن نه راه پیش حالا ببینید چه جوابی میده این yes, a great The این is... خیلی خوبیه و جوابش اینه که نه عملیات هایی بودند که مشابه این بودند در سال 2006 حمله اسرائیلی ها به الله به لبنان مثلا یک مثال اون هزبالله هم متخصص عملیات های زیرزمینی هست گرچه اونجا شیب زمین کاملا متفاوته و در یک استانی در ویتنام در جنگ ویتنام اونجا هم تونل ها و عملیات های در تونل ها خیلی نقش مهمی ایفا میکرد کرد و در نهایت اگه به آینده نگاه بکنیم و امیدوارم این اتفاق نیفته اما کره شمالی هم یک شبکه بزرگی از تونل ها زیر زمین داره و همینطور ایران هم همونطور که میدونید همین کار رو کرده ایران که خودش شهرهای زیرزمینی موشکی رو اومد نشون دادین عقل قمر نکردی که مثلا آقا من یه کشف خیلی بزرگ داشتم و نمیدونم فلان اینا. اما نکته که وجود داره میگه امیدوارم که این اتفاق نیفته یعنی یه ترسی از این شهرهای زیرزمینی و تونل های حماس دارن که بارها و بارها به کرات این رو اعلام کردن و همین مانع از پیشروی اسقاطیلیا شده یعنی که ادعا میکرد آقا ما حماس از بین میبریم و اینها اینجا به یه چیزی برخوردن که اصلا نمیتونن پیشروی بکنن حالا ویدیوهای خود اسقاطیل رو که به شما نشون بدم متوجه میشید من چی میگم اینا اومدن ادعا کردن که ما پیشنوی کردیم داریم بمباران میکنیم و اینها اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و دارن دروغ میگن این جنگ نوعی از جنگ بین یک ارتش کلاسیک یک ارتش پیشرفته و نیروهایی هست که دارن از تاکتیک جنگ نامتقارن استفاده میکنن بردن این جنگ اگر به افغانستان نگاه بکنیم به عراق نگاه بکنیم چند جای دیگه خیلی سخته خیلی اینجا با حالها با دقت گوش بدید قشنگ کلا هیمنه آمریکا و اسقاطی این هیمنه پوشاریشون کلا فرو میریزه اونم توسط کی افسر سابق اطلاعات ارتش بریتانیای صغیر چقدر فکر میکنید که اسرائیل بتونه به اهداف خودش برسه و حماس رو کلا از بین ببره دو مسئله <متحدث> اساسی اینجا وجود داره مسئله استراتژی که هدف سیاسی هست و راه حل هایی که میخوایم به اون برسیم و همینطور تاکتیک های ما <متحدث> که اون عملیات نظامی است که داره از اون استفاده میشه که به اون اون استراتژی برسه مشکلی که آمریکایی ها و همینطور استر... اسرائیلی استر... ها در حال حاضر دارن اینه که هیچ استراتژی وجود نداره هدفی که اسرائیلی ها برای خودشون تعیین کردن این <applause> که و اون چیزی است که نخست از این نتانیاهو گفت این بود که توانایی های نظامی حماس رو از بین ببرن من هیچ شکی ندارم اونها اکثر نیروهای تروریست حماس رو خواهند کشت اما جای ظالم و مظلوم رو اینا هم عوض میکنن حماس که داره یقه دوز رو گرفته از خونش بیرون کنه میشه تروریست اما اونایی که دارن زنان و کودکان مظلوم فلسطین و غزه رو بمباران میکنن اینا اصلا تروریست نیستن که اینا اینا ضد تروریست مشکل اینه که ایده حماس و ایده هایی بایده 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 که بایده هماس بایده اون رو نمایندگی میکنه خیلی سخت از بین بردنش آه. خود حماس رو ادعا کردن از بین میبریم یعنی در واقع اینا هم گفتن هماس رو از بین میبریم مثلا برن سربازان محور مقاومت رو بکشن نه اینکه بتونن پیروز این جنگ بشن از اول هم همین رو گفتن اما میگه ایده هایی که حماس داره این ایده ها رو نمیتونی باهاش مقابل کنی سخت استراتژی ندارید شما همینجوری دیمی یلخی اومدید وسط تو گل گیر کردید جنگ حیثیتی شده آبر حیثیت برای شما نذاشته برای همینه که تلاش میکنن جمهوری اسلامی و لبنان حزب رو اینا رو بیارن پای کار که بگن آقا ما با اینا درگیر بودیم ما نه اینکه از حماس شکست خورده باشن یعنی این رو میخوان القا کنم به جهان که سید حسن نصرالله هوشمندانه اومد این رو کلن دود کرد فرستاد رو هوا در حال حاضر در شمال غزه عملیاتی در جریان هست مثلا در میان مدت در طول چند ماه آینده این گسترش هم پیدا کرد خواهد کرد ولی بعد از اون چی آیا قراره که اشغالی توسط اسرائیل انجام می گیره و این مشکلاتی برای خودش ایجاد خواهد کرد ای همین عکسی که الان نشون دادم رو داره میگه ها شمال غزه میگه در چند ماه آینده یعنی اینا همین الانش هم تو گلگیر کردن همین الانی که دارن از چند نایی از شمال میان اونم کجا جایی که مسکونی نیست میگه یعنی این اولا که چند ما طول میکشه میخوام بیان بعدش هم به مشکلاتی میخورن همینجوری الکی نیست آقا بریم بگیریم شرقی غربی شمالی جنوبی خب تقسیم کردیم حالا برید بیرون حالا 500 نفرم مثلا اونجا بیرون کن جمعیت دو میلیون جمعیته هم موندن اونایی که اوایل طوفان الاقصی رفتن جنوب دوباره برگشتن شمال گفتم ما اینجا مملکتمون سرزمین مادریمون کجا میخوایم بریم چون فهمیدن داستان چیه الان این افسر اطلاعاتی بریتانیای صغیر داره چی میگه میگه اولا که چند ما طول میکشه بعد شما خودتون تو گیر گیر میکنید ادامه شم بشنویم این اون چیزیست که <applause> اونها هم نمیخوان پیش بیان و در حال حاضر ما یک عملیات نظامی داریم که عملا هیچ راهل استراتژیک نداره شانزو او گفت که اگر شما استراتژی نداشته باشید عملیات شما فقط سر و صداهایی هست که بعدش فقط شکست رو در پی خواهد داشت در اینجا یک خطر خلاه استراتژی وجود داره و این خطر بزرگی هست برای اسرائیل یعنی اسقاطیل شکست خورد فاتحهش رو بخونید خیلی سادش میشه این حالا یه دی تو ایران ما هستن سر صدا که آقا ببین اسقاطیل چی کار کرد شما فقط لب و دهنید ببین استراتژی ما داریم مثل اونا نیستیم الانی که من دارم با شما صحبت میکنم بچه های الله جوری سلاهاشون خطرناکتر شده به ازان خود اسقاطیلی ها الان نگرانشون اینه میگن الله سلاحش به قدری خطرناک شده که داره حیفا رو میزنه این دیگه حرف ما نیست حرف خودشونه از این میترسن که حیفا داره میره زیر ضربه حزب الله و این نگرانشون کرده و به قدری تلفات اینها زیاد هست که خبرنگار مشهور اسرائیلی رو بازداشت کردن ما کلیپش رو دیروز توی تلگرام گذاشتیم میاد یه سردخونه رو نشون میده جنازه سقط شده سربازان اسقاطیلی هست میگه آقا اینا بو گند گرفتن 24 ساعت هنوز نگذشته و اینها و تعداد زیاده اینو آوردن بازداشت کردن حالا تو برنامه بعدی اگه فرصت بشه بهش اشاره میکنم حالا کلیپایی هم که اینجا میخوایم ببینیم ظاهرا طبق قوانین یوتیوب نمیشه پخش کرد من قاعدتا همین رو هم دوباره میذارم توی تلگرام که ببینید اون تصاویری که منتشر کردن گفتن آقا ما داریم تو غزه نفوذ کردیم و شمالی جنوبش کردیم اینا دروغه اگر اگر عقل سلیم اینو میگه شما پیشروی زمینی داشته باشید دیگه بمباران هوایی نمیکنید چون نیروهای خودت هم کشته میشه بنابراین داری دروغ میگی و تو این فیلم هایی که منتشر کردن همش حملات هواییه یعنی دارن میزنن یه جاهایی رو نشونه گیری میکنن مثلا با بمب میزنن یه ساختمون میاد پایین پس این یه زمینی نیست و این یه دروغه حالا به خاطر قوانین سرسختانه یوتیوب مجبورم که تو تلگرام بذارم لینک تلگرامم هم زیر همین ویدیو هست روش کلیک میکنید وارد میشید اخبار و کلیپ های دست رو که به دلیل قوانین یوتیوب اینجا نمیشه منتشر کنیم اونجا به سمون نظرتون یا علی التماس خدا